عرض سلام و خسته نباشید دارم خدمت همه عزیزان، وطنداره عزیز، خوارو و برارای گل. امیدوار هستم در هر جایی که هستین خوش باشین، از گزند روزگار در امن باشید، در هر جایی که هستید مسخندی دلابایشون باشد. دوست عزیز، ما بعد از بسیار مدت طولانی امروز فرصت به دست آوردم تا ای که در این روز بسیار مبارک و در این روز بسیار خوب لایف بیوم و خواستم که این روز بزرگ را در کنار شما لحظه باشم و از نظریه های شما بشنوم. خیلی دیر شده نبودم، پشت همه شما دق شده بودم، دیگه امروز از فرصت استفاده کردم، آمدم در خدمت شما. همه شما را به لایف امروزی خود خوش آمدید میگم. امیدوار هستم لحظه‌ای که با هم هستیم برای همه ما خوش بگذره و ما یادم نره که اول بایدشون پرسان کنم که صدای مرا دارین یا خیر. عزیزان اگر میشه یک اشاره کنید، یک پیامک بانین که یا یک کمنت بانین که صدای من میه برایشم یا نمیه، که من سر اصلی موضوع برم و بگم که هدف از آمدن لایف ما چی است و چی برنامه ها و پلان های جدید برای آینده دارم. اگر کسی نوشته کنه که صدای مرا دارین یا نه. تشکر جگرم، مادر گفته که صدایتون را داریم. تشکر برادر عزیز علیرضایی، همچنان تشکر. خب دوستان عزیز، امروز روز ولادت با سعادت امام علی علیه السلام است، مصادف است با روز پدر. من این روز از صمیم قلب برای تمام پدران زحمتکش، برای تمام پدران پرتلاش دنیا، بالخصوص پدران زحمتکش کشور خود ما افغانستان، و همچنان خاصتاً برای پدرجان عزیز خود خو این روز تبریک میگم. امیدوار هستم که همه پدرای دنیا سایهشان از سر اعضای فامیلشان، از سر فرزند و خانمشان کم نکنه خدا، و همیشه خوش باشه و صحتمند. و من این روز را گرچند برای پدر خود زنگ زدیم و پیام فرستادم، متاسفانه ای کاش من یکی از او خوشبخترین دخترهایی می بودم در دنیا که پدرم در پیش می بود و از نزدیک دستایش را بوسیده و این روز بسیار خجسته را برایش تبریک می گفتم. اما متاسفانه من خیلی امروز واقعا ناراحت هستم، به خاطر که مثل دخترای دیگه پدرم پیشم نیست که من روز برایش جشن بگیرم، دستش بگیرم، ببوسم، ازش سپاسگزاری کنم بابت این همه زحماتی که در طول عمر برای ما کشیده. ولی باز من از رای دور تمام محبت و احترامای خود برای پدرجان خود تقدیم می‌کنم. پدرجان روزت مبارک، امیدوار هستم که همیشه خوب باشی، همیشه صحتمند باشی. از رای دور دستایشم را میبوسم و دعامونم از خدای پاک خو میخوایم که هیچ وقتی درد شما را ننگرنیم، هیچ وقتی سایه شما از سر از ما دور نشنه، و از خدای پاک میخوایم که انشاءالله روزی برسه که این دوری پایان بیابه و ما بیاییم در کنار شما باز دوباره یک زندگی خوب تجربه کنیم. و باز هم یک روز ای روز پدر را برای تمام پدران مسافر و مهاجری که مثل پدر من مسافر و مهاجر است، برای از اونا هم از رای دور ای روز پدر را تبریک میگم. شما هم پدر اولادهایی هستین و ای همچنان برای من فرض است که من برای شما همچنان ای روز تبریک بگم، برای همه پدرای زحمتکش، مسافر و مهاجری که در هر گوشه و کنار دنیا هستن، ای روز برایشان تبریک بگم. امیدوار هستم که همیشه خوش باشین، درد شما را، اولادای شما
نبینه، درد شما را خانواده شما نبینه، همیشه سر حال باشید. ما به پدر جان خود از طریق زنگ هم تبریک گفتم و در برنامه مرا همچنان فعلا شاید نتونه ببینه، شاید کار داشته باشه، ولی بعدا حتما برنامه های مرا همیشه پدر جان میبینه. و من واقعا امروز پشت پدر جان خود بسیار دق شدم، بسیار زیاد دق شدم و خواستم بیایم که امینجا یه لحظه هم از این روز به بهانه این روز هم امرای شما گپ بزنم، سوال داشته باشین، سوال های شما را جواب بدم، کمنت های شما را بخوانم، یک سری پلان های جدید دارم که پلان های خود را به امرای شما شریک کنم. اما قبل از همه من یک شعر، نه تقریبا دستنویس یا بگم که متن، متنک یا متن کوتاه میخوانم، ای را تقدیم به پدر جان خود و به تمام پدرای دنیا منم. بعد اگر شعر وقت بود شعر برایش بدکلمه منم، اگر سوال داشتین سوال شما را جواب میدم. تا آخر لایف ببینید، لایف را شیر کنید، بخاطر که من یک پلان بسیار خوب و یک خبری تقریبا تازه میشه برایشون دارم، برایشون میگم، میرسانم و من مطمئن استم که شما از خبر خوش میشین و منتظر او خبر هستین که البته بشنوید. و بریم طرف متنی که من در نظر دارم. البته این متن را من اول برای پدر جان خود فرستادم، از طریق واتساب برایشان فرستادم و حال ای را هم میخوانم و تقدیم به پدر جان خودم و تقدیم به تمام پدران زحمتکش دنیا. پدرم، تو غرور منی، از تو آموختم که در زندگی پشت همه مشکلات مردانوار استاده شوم. تو به من آموختی که میدان زندگی میدان مبارزه است، گاهی برندهی گاهی بازندهی. تو گفتی در برد میدان مغرور نشو، در باخت میدان خود نباز. تو گفتی زندگی را زندگی کن، همیشه یادم دادی بر روی همه مشکلات لبخند بزنم و راه حل بجویم. تو مقاومتم در برابر مشکلات زندگی، تو کوه استقامتی، به تو تکیه کردم. تو باش که بودنت ستون زندگیم هست، با بودنت زندگیم همیشه بهار است. ازت دورم پدر جان، ازت دورم، دستانت که همیشه برایم زحمت کشیده از راه دور میبوسم و روز پدر را برایت تبریک میگویم. از خداوند برایت عمر با برکت، با سلامت و طولانی خواهانم. روزت مبارک پدر جان، تو بهترین قهرمان زندگی منی، دوستت دارم. خداوند هیچ وقت سایه ات را از سر ما کم نکند و باشد روزی که دوباره زیر سایه تو زندگی خوش و آرام داشته باشیم و از خنده هایت فضای خانه زیبا شود پدر زندگی. از خدا توفیق می خواهم که بتانم دست هایت را بگیرم طوری که تو دستانم را گرفتی در کودکیم. کاش من هم مثل دیگر دخترها خوشبخت می بودم تا از نزدیک دستت را بوسیده و روزت را جشن می گرفتم پدر مهربانم. پدرم قلب دنیایی است که در آن نفس می کشم، می تپد تا ما زنده بیمانیم و زندگی کنیم. پدرم تنها کسی است که باعث می شود بدون شک باور کنم که فرشته ها هم می تواند مرد باشد. پدر پیسه می خواهم، پدر لباس می خواهم، پدر کتاب می خواهم، پدر موتور می خواهم، پدر وسایل آرایش می خواهم، پدر می خواهم برم، پدر می خواهم بروم مسافرت، پیسه بده پدر، پیسه بده برای فیس دانشگاه هم. پدر، پدر، پدر. ولی یک مرتبه هم نگفتم پدر همین که پیشم هستی برایم کافی است. پدر، بودن در کنار تو برای من یک دنیا ارزشمند است.
همیشه از نداشته هایم و از چیزهایی که دلم میخواست داشته باشم سرش نق میزدم، ولی هیچ وقت ازش نپرسیدم پدر تو از من چه میخواهی؟ بچه کی بودیم از ما میپرسیدن پدرت را بیشتر دوست داری یا مادرت؟ میگفتیم هر دویش را. اصرار میکردند و میگفتند نه، یک را بیشتر دوست داری، اون یکی کیست؟ ما هم با شرم و زیر لبی میگفتیم مادرم. بیچاره پدر لبخندی تلخی میزد و شاید هم خجالت میکشید پیش همه، اما به رویش نمی آورد. اما حالا میفهمم، حالا فهمیدم پدر چقدر زحمت میکشید و خسته میشد تا زن و فرزند زندگی خوبی داشته باشم. کاش سوره بنام پدر بود که این گونه آغاز میشد. قسم بر پینه دستانت که بوی نان میدهد، قسم بر پینه دستانت که بوی نان میدهد، و قسم بر چشمان همیشه نگرانت، قسم بر بغض فرو خورده ات که شانه کوه را لرزاند، و قسم بر غربتت وقت هیچ بهشت زیر پایت نیست. قهرمان زندگی من پدر جانم، روزت مبارک. ای کاش من هم مثل بقیه دختران خوشبخت می بودم که در این روز مقدس دست پدر بزرگوارم را بوسیده و روزش را جشن می گرفتم تا شاهد لبخندهای جان بخشش می بودم. دیر زمانی است که این مهاجرت پدرم را ازم دور کرده، پدری که سالهای سال برای خانم و فرزندانش تا پای جان ایستادگی و مقاومت کرده است. اما از خداوند منان تمنا دارم که هرچه زودتر این دوری پایان یابد و باز هم در زیر سایه پدر جانم زندگی سرشار از خوشی را تجربه کنیم. من به خود می بالم که پدر مثل تو دارم و دخترت هستم. پدرم خیلی دوستت دارم و بی نهایت پشت نوازش های پدرانت و پشت محبت هایت دلم تنگ شده است. امروز بیشتر از همه روز، بیشتر از همیشه دلم برایت تنگ شده است. ای کاش این کشورهای مهاجرپذیر درک کنند که درد دوری پدر طاقت فرساست و کمر شکن. پدر جان، تو همیشه مرا به هر آنچه که آرزو و خوشیم بوده تشویق کردی و مثل کو پشتم استوار بودی و همیشه دستم را گرفته ای. ازت یک دنیا ممنون و از خدایم برایت عمر دراز و صحت کامل خواهانم. از طرف یگانه دخترت لطیفه راسخ. تقدیم به تمام پدران دنیا. دوستان عزیز، ای هم پدر مهاجر و مسافر ما هست که من چندین سال است که از محبتشان محروم هستم. نه تنها من، مادرم، بیادرانم، کل اعضای فامیل ما و مثل ما هزاران دخترها و بچه های دیگه هم هستن در هر گوشه و کنار دنیا که از پدرایشان دور هستن. دیگه این روز شاید برایشان تبریکی طوری که میخواین یا قسمی که میخواین دادن نتونستن. من امیدوار هستم که این متن را که خواندم همه پدرای دنیا پذیرا باشه، مخصوصا پدر جان خودم. انشالله که همیشه خوش باشین. پدر جان، واقعا خیلی دوست دارم شما را و خیلی پشتم دق شدم. دوستان عزیز، بابت از اینکه چهار طرف سر و صدا هستم، ما پوزش میخوایم و شما از بزرگی خوب ببخشین، به خاطر از اینکه ماشاءالله بچهای مهاجر خیلی فعال هستن و ما در جای هستیم که زیاد سر و صدا هستم. و ما خواستم که لحظه ای که با شما هستم نیم ساعت بیایم که ما یک 15 دقیقه دیگه هم در خدمت شما هستم. دوستای عزیز، یک گپ دیگه هم برایشون بگم که بعد از او ایگه بگفته بعد میریم طرف کمنت. دوستای عزیز، باش قبل از که بگم، من اول باید امو چی را نشان بدم برایشون که همگی
از او باخبر شوه. خب اوکی. خب دوستان عزیز، خبری یا پلانی که من دارم برای شما ای است، بعد از خیلی مدت طولانی، گرچه من قبلانا در صفحه سلام جاغوری خیلی زیاد لایف می آمدم، متاسفانه در ای اواخر یک سری مصروفیت هایم زیاد شده، کوشش منم که داینده ها بخیر زیادتر بیم لایف، از اینکه دور بودم از شما پشت شما دق شده بودم. خبری که من میخوام برای شما ای است که مخصوصا این خبر برای مهاجرین هست، برای برادران و خواهران مهاجر ما، خصوصا کسایی که در اندونزی هستن. همه دوستای من همیشه از ما میخواستن که من یک امی درس را، همه دوستا خبر است که من اینجی برای مهاجرین تدریس میکنم، انگلیسی، مضامین ساینسی مکتب و بعضی مضامین دیگر را و همچنان ترجمانی میکنم. اونا خبر هستن و از امو خاطر از من زیاد خواهش کرده بودن که من درس انگلیسی را برای زنا به طور آنلاین آموزش بدم، که من خوشبختانه خوشحال هستم که دست به این فعالیت زدم، شروع کردم. یک چنل یوتیوبی دارم که من باز که خلاص شد لایف، لینک شده بالا هم میمارم، در کامنت هم نشته میکنم، در نام LR English، LR English چنل یوتیوب من هستم. این چنل یوتیوب نو که شما میتونین میبینین که اینی درس چی هست، کجا شد اینی اولیشی که نشته یک good news در مورد درس اولی یا introduction معرفی از من، در مورد چنل یوتیوب از من LR English. دوستای عزیز نامش هست چی کنید؟ LR English این در بالا نشته است، LR English. خب این چنل یوتیوب ما ساختم مخصوص برای مهاجرین هست، کسایی که در انگلیسی مشکل دارن. من در اینجا هفته دو روز درس میدم انگلیسی، هم گرامر از ابتدا شروع کردم، خب هم گرامر درس میدم و هم لغات و جملات روزمره ای که مهاجرین نیاز داره، مثلا دکتر میره باید مشکلات های خود چی رقم بگویه، یک آنجای خرید مرا چی رقم بگویه، یا هر مشکل دیگه که من در 5 سالی که در اندونزی هستم، حالا سال ششم هستم که من اینجا هستم، هر آن چیزی که من تجربه کردم در اندونزیا به عنوان یک ترجمان و یک معلم، همه از اونا را من در اینجا مثلا نشته میکنم تا اینکه مهاجرین، یا من درس میدم آنلاین که مهاجرین از اون مستفید شنه و هیچ مشکلی دیگه نداشته باشن. هفته دروس من میمانم، امیال بوری نمی چنل را پیدا کنید، سبسکرایب کنید، LR English، LR ENGLISH، LR English است که برین ایرش، میخوایم که سبسکرایب کنید. چنل یوتیوب دیگه اسم خود نام ملت فراسی خست و خبر هستین، اونم سبسکرایب کنید که باش ما اورم، اگر کسایی که نوستن بلد نیست نشان بدم. این هم چنل یوتیوب اولیم است، لطیف راسخ، که اینجا برنامه های از رگیخ را مدارم، که روزی شنبه بخیر یک برنامه بسیار جالب قشنگ از رگی دارم، منتظر از برنامه امروز شنبه باشین. دیروز سبتش بود، یعنی سبت برنامه بود که ما از ساعت 2 شروع کردیم تا ساعت های 4:30 یا 5 خلاص شد و برنامه از ما سبتش، منتظر از برنامه از ما باشین، روز شنبه بخیر رو نشر میکنم. و اردو چنل مرا هم لطیف راسخ را هم او ال آر انگلیش را سبسکرایب کنین، کسایی که انگلیسی نیاز داره او را حتما سبسکرایب کنن. ما در اونج انگلیسی صبر، من یک درس شبرشون نشان بدم دوست عزیز، امور که من چی کدم هم انگلیسی هست هم فارسی دوستان عزیز. Hello dear friends, welcome to my new YouTube channel. It's me again, Latifa Rasikh. سلام دوستان عزیز، خوش آمدید به چنل یوتیوب جدید من و من Latifa Rasikh هستم. In this channel, I am going to teach grammars, conversations, words for those people that they need, especially for refugees. در این یوتیوب یا در این چنل یوتیوب من برای او عده از انسانهایی که به انگلیسی نیاز دارند یا برای مهاجرین گرامر، محاوره و لغات را تدریس میکنم. خب دوستای عزیز، ای بودم او چنل یوتیوب من، کسایی که
انگلیسی میخواین یاد بگیرن، مشکلات دارن قسمت محاوره و گرامر، که من خودم مضمون مورد علاقه من گرامر است، واقعا عاشق گرامر هستم، بسیار دوست دارم گرامر و وقتی که درس میدم لذت میبرم از درس دادن گرامر. شما هر مشکلی در قسمت گرامر یا هر چیزی داشته باشین میتونین در این قسمت در این چنل یوتیوب بپیوندین، در کامنت از من سوال کنین، برایشم جواب میدم، یا هر چیزی که نیاز داشتین حتما کامنت کنین که ما چی میکنم. هفته بعدی هم گرامر درس میدم، البته من تقسیم اوقات دارم، از ابتدا شروع کردم، هفته دو روز است، باز من روز شده خود چنل یوتیوب خود معرفی میکنم که کدام روزا من درس میدم، که یک روزش گرامر است، یک روز دیگه شو گفتگو، که مثلا شما وقتی دکتر میرین مشکل خودت چی رقم بگوین، وقتی که مثلا یگانجه برای یگان چیز خریدن میرین مشکل خودت چی رقم بگوین، یگان چیز لازم دارین، و دیگه لغتای روزمره هست که شما نیاز دارین به اون لغتا. دیگه اینمین دو خبر بود دوستای عزیز. خبر اولی که روز پدر بود، تبریک گفتم برای پدرای عزیز، مخصوصا برای پدر جان خودم. خبر دومی که چنل یوتیوب ما بود، شما سابسکرایب کنید چنل یوتیوب دومی را، ال آر انگلیش را، و اگر لایک فراسر هم سابسکرایب نکردین تا حال سابسکرایب کنید. و گاب سیومی است که سلام جاغوری، صفحه سلام جاغوری. دوستای عزیز اگر بخویم بیشتر برنامه های از من را بینگرنید، میتونین که صفحه سلام جاغوری را فعالیت کنید، چی ببخشین لایک کنید، فالو کنید. سلام جاغوری صفحه هست که فعالیت زیاد مونه، همیشه از هر قسمت فعالیت های فرهنگی، هنری، اجتماعی، علمی، آموزشی کلن داره. دیگه شما اگه خواستن صفحه اتما صفحه سلام جاغوری رو لایک کنه. اینالی یک 7 دقیقه وقت منده که بعد از اون یک سنفی دیگه دارم، صرفیم شروع میشه، چون من روزانه کلن سنف دارم، تقریباً از صبح تا شب یک شش سنف دارم که من درس میدم برای مهاجرین. بعد از 7 دقیقه سنفیم شروع میشه، اینال 7 دقیقه اختصاص میدم برای کامنت های شما دوستای عزیز. ولی قبل از اینکه کامنت بخونم، پیش از پیش باید بگم که دوستای عزیز، من کوشش میکنم که کامنت کل دوستا رو بخونم. اگر از کسی پسمند پوزش از مر پذیرا باشید، کوشش میکنم از کل گیر بخونم، چون کامنت ها زیاد است و تست تست تیر میشه. و من بسیار خوش هستم از اینکه همیشه دوستای عزیز من لایف که مودم مر استقبال کرده، احترام کرده، کامنت های بسیار محترم و خوب گذاشتن. یک دنیا است، تمام شم سپاس از محبت های شما، از مهربانی های شما. زنده باشید، سلامت باشید، امید همیشه مر تشویق کنید، حمایت کنید، تا اینکه برنامه های خوبتر برایشم ان شاء الله در آینده های نزدیک بسازم، یک سری برنامه های متفاوت و قشنگ دیگه و ایده های جدید در ذهن دارم در مورد چنل تو. ماشاءالله تعداد دوستام زیاد است. خب بریم طرف کامنت ها. بازم کسایی که تازه آمدن خوش آمدید میگم، کسایی که سلام فرستادن علیکم السلام، کسایی که سلام فرستادن علیکم السلام. خب من سلام ها را در کل علیکم السلام میگم، فقط طرف سوالاش میرم، اگر سوال داشته باشین جواب میدم، بخاطر که وقت کم است. خب غلام گل محمد حیدری گفته همیشه سربلند و موفق باشه. دوستان عزیز تشکر، برادر عزیز زنده باشی. علی مدد یوسفی گفته تشکر، جور باشی. تشکر برادر عزیز. نادر شریفی موفق باشی، زنده باشی هموطن عزیز. خب هاشم حسینی گفته پدرت فیسبوک دارن که از اینجا تبریک کنه. بله پدرم فیسبوک دارن، خودشان همچنان میتونن که لایف مرا ببینن خوشبختانه. اسحاق حسینی تشکر، زنده باشی. خالق احمدی خب تشکر، زنده باشی. رمضان بشر دوست، روز تمام پدران مبارک، روز پدرتان تبریک میگم. تشکر برادر عزیز، زنده باشید، این روز مبارک. ما همچنان از طریق لایف برای تمام پدران دنیا، مخصوصا برای پدر شما، همچنان تبریک میگم. خب کسایی که سلام فرستادن علیکم السلام. لطفی یوسفی تشکر، زنده باشی هموطن عزیز. علی جان تشکر برادر عزیز. حبیب نوید خیلی احساس چیست؟ برادر عزیز ببخشید کامنتشون تیر شد، نشد بخونم. بازم تشکر. علی دوست عزیز کامنت ها خیلی زود تیر میشه، ببخشید اگر من بعضی هاش از پیشم تیر میشه خوانده نمیتونم. ماشاءالله تعداد دوستام زیاد شده ماره. علی شارزه تشکر، زنده باشید. حبیب نوید گفته پدر پیسه بده که آرد برای روی میخرم. فیض خب دوستای عزیز کامنت ها خیلی زود تیر میشه، ببخشین.
نه حبیب نوید ایتو نیست، خدا پدرها را هم دوست داره. من در کشور اندونزیا هستم برادر عزیز، در شهر باتن به عنوان یک دختر مهاجر. کسایی که سلام فرستادن علیکم. درزا دانش گفته چی وقت ها درس بدی، بیشتر معلومات بدی. برادر عزیز چنل یوتیوب ال آر انگلیش سابسکرایب کنید، علامت زنگوله را هم فشار بدین، به خاطر که اونجا من معلومات میدم برایشون که کدام روزا من انگلیسی رو درس میدم. اسدالله رضایی تشکر، علی خان زنده باشید. رضا دانش برادر عزیز جواب دادم. عین الله ریحان تشکر. حسین نوروزی زنده باشید. علیکم السلام. کسی که سلام فرستادن علی احمدی سلام نجیب برادر شماست؟ علی احمدی بله، با افتخار گفتم میتونم که نجیب برادر بزرگم است و من خواهر خردش هستم، البته یک دانه خواهرش. تشکر گل محمد نوری. در چی وقتا درس داری؟ ساعتهای دقیقشو بگو. دوسته چی برادر عزیز چنلتوب مرا اگر شما سابسکرایب کنید، من امونج برای شما گم کدام روزا درس دارم و درسای ما قدر طولانی هم نیسته. یعنی من از سال 2007 به دین سو که تدریس کدوم نظر به تجربه خود. خب مریم قاسمی گفته من از دانمارک هستم. تشکر خوار عزیز، چه رزارگی، وقت نیست برادر عزیز. خب کامنت خیلی زود تیر میشه، یکان وقت دیگه باز. ببخشید من کسره در لایف بالا نمیارم. تشکر اسکار حسینی، من در کشور اندونزیا هستم. تشکر برادر عزیز رحمت الله رضایی. محمد علی خورمی چشمای شما قشنگ است، حسن نظرتان است. تشکر قیوم چریک. خب پیام مرا درباره پدر بخوان لطفا. خب تیر شد برادر عزیز، اصلا من نام شما رو خوانده نتانستم. عبدالله کریمی تشکر. عبدالحی نوری تشکر. حاجی نعیم چهل باختو تشکر محترم. برادر عزیز خب کامنت ها خیلی زود تیر میشه. علیکم السلام کسایی که سلام فرستادن. من مزامین چی گرامر رو درس میدم، علی سالاری برادر عزیز. گرامر محاوره و لغت های روزمره ای که نیاز است، دکتر میریم بعضی جا یکان چیز خریدنی میشیم. گرامر هم از ابتدا شروع کردم و خوبیشی است که من اگر اول در انگلیسی میگم باز داندن رو در فارسی هم میگم که همگی بفهمه. خب یک برادر ما مهدی حسینی شعر فرستادن، گفتم بخوانم تیر شد. علی میرزایی تشکر. علی حسینی thank you so much. Happy Father's Day to your father too. جواد حسینی I don't have any Facebook page yet but I will try to make, I have some plans about this in the future. تشکر. علیکم السلام. دوستان عزیز سلام، سوال دارین سوال کنید که من وقتم 3 دقیقه دیگه مانده. کسایی که سلام فرستادن علیکم. عبدالباری کریمی تشکر زنده باشید. علیکم السلام. کسایی که سلام فرستادن بختیار تشکر زنده باشید. محمد اسماعیل یعقوبی تشکر. روح الله خان تشکر. بلدی آتیخ چی هدیه گرفته؟ سیف الله احمدی پدر جان من نیه، کشک آتیم ده اینجی مبود که من این روز را بلدیش خوب سیه جشن میگرفتم، دستایش را ماخ مکدم. افسوس که نیه آتیم، خیلی خیلی واقعا خیلی ناراحت مزی بابد. تشکر لطف نظر شماست، چشم خودتان قشنگ است. آج جاوید مرزایی از دبی برات سلام میگم. علیکم السلام برادر عزیز. قربان علی علی تشکر زنده باشید. تشکر. علیکم السلام. نعمت نظری برادر عزیز چنل یوتیوب ما در نام ال آر انگلیش است، سب کنید. شما فکرم تازه اومدین، من برش نشان بدم اگر میخواییم پیدا کنید. این صفحه است ال آر انگلیش، میتونید سبسکرایب کنید، در سایز مرا از اینجا میتونیم ببینید. علیکم سلام. تشکر نور محمد. من از کجای جاغوری هستم؟ برای من فکر میکنم مهم نیست که از کجای جاغوری هستیم، مهم امی کافی است که ما شکر خدا همه ما افغانی هستیم، مسلمان هستیم، امی کافی است.
ما در کشور اندونزیا زندگی میکنم. ماشاءالله تعداد دوستا خیلی زیاد شد. عبدالسمد مد از چنل یوتیوب به نام LR English که لایف خلاص شد در قسمت بالای لایف و در کامنت لینکش میمونم، میتونین که چنل یوتیوب سابسکرایب کنید و درس های انگلیسی من از اونجا ببینید. کسایی که سلام فرستادن، علیکم، همگی سلام فرستادن. ایسا هزار از هند سلام میفرستم، علیکم. ذوالفقار حیدری، بله برادر عزیز، میتونین بهره مند شوید از کلاس انگلیسی من، میتونین چنل یوتیوب LR English را سابسکرایب کنید، ویدیوهای مرا، درسای مرا میتونین از اونجا ببینید. اما پیسه خورد کدام کلاسای دیگه ندین، بشین قرار مثلا مفت سای کنین. با مهدی راسی فامیلی نماینده بهسود نگم، نه من اصلا اونا رو نمیشناسم کی هستن. تشکر کسایی که سلام فرستادن. خب دوست عزیز تشکر صرفتم، من هم سر شما افتخار میکنم. آسینا تنها سلام، خسته نباشید، قابل افتخار هستی، از آلمان بیننده هستم و روز پدر به تمام پدران خسته سرزمین مبارک تشکر. هموطن عزیز شیر پشتو زنه زه دیر پختو نپوهیگم ورور جانه. خب صفحه ای چنل یوتیوب من دو دانه هست، یکش لطیفه راسخ انگلیسی و یکش LR انگلیش است. What's your YouTube channel? Latifa Rasikh and LR English. The English is the English. Thank you. Salam, خوبی بانوی پاکدامن. تشکر برادر عزیز. امیدوارم شما هم خوب باشید. خب میشه تایم ساعت 8 شب. علی سالاری، درس ما آنلاین نیست خب؟ درس ما ثبت میکنم، باز او رو در چنل یوتیوب میمانم، هر زمانی که شما فرصت داشتین میتونین ببینین، مثلا بعد از کار یا هر وقت دیگه میتونین که شما هر وقت که خواسته باشین میتونین که ببینین، یعنی همیشگی است و حذفم نمیشه. من در کشور اندونزیا، خب دوستای عزیز کامنت زیاد است، فکر کنم که دیگه دوستای عزیز کامنتاش خواندن نمیتونم، خیلی زیاد بخشش باشه، من وقت کلاسم شد، استاد اگه سر وقت نباشه شاگرداش چی گله نه؟ هم یک چی داریم ما. خب دوستای عزیز بسیار زیاد خوشحال شدم از اینکه لحظه با شما بودم، قول میدم برایشم که یک روزی بباشن زنگ آمد، قول میدم که حتما یک روزی مخصوص برای زی که کامنت های شما رو جواب بدم، سوال های شما رو جواب بدم، حتما باز لایف میام دیگه. شما رو به خدای پاک میدم، باز هم روز پدر مبارک، دستای همه پدرای دنیا رو بالخصوص پدر از خود را از رای دور میبوسم، احترامات خود را برشان تقدیم مونم، خوش باشین، صحتمند. صفحه سلام جاغوری را یادش میاره فالو کنین، چنل یوتیوب لطیف راسخ و LR English یادش میاره که حتما سابسکرایب کنین. خوش باشید، صحتمند باشید، شما رو به خدای پاک میدم. چنل یوتیوب ما لینکش در بالا میدم و در قسمت کامنت حتما سابسکرایب کنین. ببخشین از اینکه کامنت های دوستا رو خوانده نتونستم دیگه. خدافظ دوستای عزیز، موفق باشید. خدافظ شید.